هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، سلام بر شما. روز جمعتون بخیر. با تشکر از اینکه بیننده برنامه ما هستید، نگاهی میکنیم به مهمترین تحولات میهنمون در روزهای اخیر. خبر و نظر: شکست لشکرکشی خامنه‌ای علیه رفسنجانی، بارز شدن بیشتر از همگسیختگی باند ولی فقیه. خبر و نظر: بازتاب تزلزل خامنه‌ای در نمایش جمعه تهران. در گیومه، گفتمان ولایت، مهر نه به جبهه چند سر خیانت. یادداشت روز کیهان: ولی فقیه که به نظر میرسه از ورود رفسنجانی به نمایش انتخابات خیلی وحشت داره، با تمام قوا سعی میکنه که مانع ورود اون به این نمایش بشه. اما در این زمینه بخت خیلی با ولی فقیه طلسم شکسته یار نبوده، به خصوص که اوضاع تو بیت ولایت هم خیلی شیر تو شیره و حتی نزدیکترین گماشته های عظما هم نتونستند با هم کنار بیان و کاندیدای واحدی معرفی بکنند. لشکرکشی گسترده خامنه‌ای برای وادار کردن رفسنجانی به عقب نشینی. رفسنجانی بر سر دوراهی تصمیم. محمد هاشمی: آقای هاشمی تصمیمی به آمدن نداشتند، اما پس از درخواست‌های زیاد فکر می‌کنم تا حدودی از این تصمیم دست بردارند. روزنامه بهار: ثبت نام هاشمی قوت گرفت، موتور تخریب روشن شد. نامه نمایندگان باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع به رفسنجانی: چرا تلاش می‌کنید همواره کشور را در حالت خطیر معرفی کنید؟ مردم در مقطعی که شما اداره امور کشور را عهده‌دار بودید، بارها نارضایتی خود را از نحوه اداره کشور توسط حضرت عالی ابراز داشتند. بر صورت ولایت چنگ نیندازید. بها هاشمی گفت: هاشمی یاد تو خودی زبر من تعریف کردی؟ حالا امروز اگه گیرم یه اختلاف نظر بین تو و آقا هم باشه، آیا تو با درد آقا کنی آقا به حرف تو؟ محمد رضا باهنر: هاشمی به فتنه 88 کمک کرد. پاسدار فضائلی: هزینه کردن رفسنجانی از رهبری برای نامزدی مصداق تشویش اذهان عمومی است. قاسم روانبخش: در انتخابات 92 بروز فتنه در حین انتخابات پیش بینی می شود. هاشمی تصمیم دارد با بیان انتخابات آزاد فتنه‌گران را تحریک و احیا کند و طرفدارانش ممکن است با حضور در عرصه انتخابات و انصراف جمعی در روزهای پایانی مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند. اگه خاطرتون باشه، هفته گذشته رفسنجانی با گفتن این که تنها در صورت رضایت و توافق خامنه‌ای میام، در واقع اومد با رندی توپ رو انداخت توی زمین ولی فقیه. خامنه‌ای روز 18 اردیبهشت به صحنه آمد، اما باز هم از گرفتن موضع صریح تفره رفت. اما این بار اومد عیادیشو به میدون فرستاد تا اینکه اونا با آتشباری و مرعوب کردن مانع ورود رفسنجانی به صحنه بشن. آخرین کاری هم که خامنه‌ای توی رابطه با لشکرکشی اعضای باند خودش انجام داد، کاری بود تو مجلس ارتجاع بود که این بار هم ناکام شد، چون نیمی از اعضای مجلس نامش امضا نکردن و حاضرم نشدن که تو این دعوا طرف ولی فقیه رو بگیرن. در واقع باید بگیم که در اینجا علاوه بر ضعف و طلسم شکستگی و وضعیت فروپاشیده باند خامنه‌ای، خوب میشه فهمید که چرا خامنه ای اینقدر از ورود رفسنجانی به صحنه نگرانه و همه تلاش خودشو میکنه که اصلا کاندید نشه، چون که هنوز دست رفسنجانی به جای بند نیست و ظاهرا هیچ اهرم قدرتی هم تو دستش نداره. چنین شکافی رو توی مجلس به اصطلاح یک دست خامنه ای ایجاد میکنه و ظاهر میشه. خب سوال اینه، راستی چرا به نسبت احمدی نژاد رفسنجانی دشمن درجه که خامنه‌ای محسوب میشه و خامنه‌ای مطلقاً نمیتونه اونو تحمل کنه؟
خب جواب خیلی روشنه، چون اگه رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور رژیم بیاد در مسند قدرت بنشینه، با خیزی که برای قبضه کردن قدرت و تقسیم جدی اون داره، دیگه چیزی به نام ولایت فقیه به معنی فعلی برای رژیم باقی نمیمونه. رفسنجانی هیچ وقت مرجعیت خامنه‌ای رو تایید نکرد و بارها هم گفت که اون مرجع نیست، و در مواردی هم حتی از شورای فقاهت صحبت میکرد که خب معنیش روشن هست. اما سوال دیگه اینه که خب چرا خامنه‌ای تو این شرایط بحرانی وارد چنین جنگی میشه، جنگی که براش هزینه خیلی زیادی داره. کمترینش این ضرر این جنگ اینه که خب رفسنجانی توپو میندازه تو زمینش و اونو عامل به صحنه نیامدن خودش معرفی میکنه. خب راحت میتونه خامنه‌ای بذاره رفسنجانی نامنویسی کنه، بعدم با همین ابزاری که داره مثل شورای نگهبان که همش هم در اختیار خودشه، میتونه به راحتی اون از سر راهش برداره، یا حتی به قول معروف بذاره تو نمایش انتخابات هم شرکت کنه که باعث گرم شدن تنورم میشه. خب جواب خیلی روشنه، اگه رفسنجانی نامنویسی کنه، حذفش در واقع به معنای اعلام جنگ رسمی با رفسنجانی، و خب معلومه که تو این جنگ رفسنجانی هم برگهای خودش علیه خامنه‌ای خواهد داشت و بازی خواهد کرد، و اون وقتی که این شکاف از رأس به بدنه نظام و بعدش هم تا پایین ترین سطح اون خواهد رسید، و اون چیزی که خامنه‌ای به شدت از اون وحشت داره و بهش میگه فتنه 92، یعنی قیام و سیل بنیان کنه خلق در واقع به حرکت در میاد. حتما شنیدید که یکی از نمایندگان خامنه‌ای توی مجلس به نام آقا تهرانی گفته که مسئولان استخوان همدیگر رو میخورند. البته اون گفته بودش که اگر ولایت فقیه نباشد مسئولان استخوان یکدیگر رو میخورند. این که خب روشن این تعارفه، چون همین الان هم که ولی فقیه هست دارن همدیگر رو میدرن و استخوان هم رو میخورند. ببینید فردا اگه همینم نباشه وضعیت رژیم چجوری خواهد بود. در بیان از همپاشیدگی وضعیت نظام، همین بس که تبلیغاتچی های مقام ولایت کمتر از خائن و ستون پنجم دشمن و مزدور آمریکا و از این قبیل به سه رئیس جمهور پی در پی همین نظام، یعنی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، که این یکی هنوز هم به اصطلاح رئیس جمهوره، نمیگن. این هم آخرین آتشباری ولی فقیه در سرمقاله کیهان. جریان‌ها و حلقه‌ها که خود بخشی از موزل و صورت مسئله هستند، مجال حضور خیش در انتخابات را به عنوان بخشی از راه حل، بلکه خود راه حل قلمداد می‌کنند. جریان کارگردان فتنه سبز در سال 88 با یک ادبیات و حلقه انحرافی با ادبیاتی دیگر، خود را ناجی و منجی کشور از چالش اقتصادی معرفی می‌کنند. آنها البته بر امواج سوء مدیریت و حاشیه سازی حلقه انحرافی در عرصه مدیریت غواصی می کنند. در مقابل این در باغ سبز نمایی فتنه‌گران، شیوه حلقه انحرافی قرار دارد که ضمن فرافکنی مسئولیت و متهم کردن سایر دستگاه‌ها، وعده توزیع پول‌های هنگفت‌تر به اسم یارانه‌ها را می‌دهد. در متن همین کم همتی و حاشیه زدگی و بیعملی بود که ماجرا بود سیاسی نیز پیدا کرد و ادعا شد وضع امروز ما در مقابل با تحریم ها و فشارهای دشمن وضعیت سخت شعب ابی طالب است. خروج این تلقی یا القا همون بود که بعضا زمزمه کردن یا پالس های فرستادن، مبنی بر این که اکنون در وضعیت به ادعای خودشان ناتوانی مطلق هنگام مذاکره و حل مسائل با آمریکاست. فتنه‌گران به موازات امیدوار کردن دشمن به تشدید اختلافات در ایران، گرای تحریم‌های گزنده و فلج کننده را داده و دشمن را تحریک و تشویق به این امر کردند تا شاید سر به زنگاه‌هایی مانند انتخابات بتوانند ضمن دادن آدرس گمراه کننده به مردم، آنها را مقابل حاکمیت قرار دهند و خود را منجی بحران جا بزنند. جنایت از این بزرگتر، آنچه این خیانت نابخشودنی را کامل کرده
مشی حلقه انحرافی در حاشیه سازی و هل دادن برخی اجزای دولت به سمت کمکاری، سوء مدیریت، بی‌اعتنایی به مشکلات معیشتی و دهنکجی به مردم است. آنها در این تلقی خیانت‌آلود با فتنه‌گران همداستانند. در واقع این محافل کمترین صلاحیتی برای حضور در انتخابات ندارند، ضمن اینکه گفتمان اصلی در انتخابات باید مبتنی بر نفی و نگفتن ملی به این جبهه چند سرخیانت باشد. رهبری فرمودن که من خودم یک رای بیشتر ندارم و کسی نمیدونه من به کی رای میدم. بعضیا نشستن از قبل برای شورای نگهبانم دارن نسخه میپیچن. آقا تو چی کاره هستی؟ اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید، بعد یه عده راه بیفتن علیه شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارام مخالفم. اگر آقای رئیس‌جمهور میخواست دیروز طرف بچه با خودش نیاورد، این چه دهنکجی است به خانه ملت. این بد اخلاقی هایی که دیده میشود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور، این بد اخلاقی ها رو بذارن کنار. گفتم دست ما رو بستی انداختی تو حوض، میگه خودت بیا بیرون، کشورم بیار بیرون. میان یه وزنه هم به پامو میبندن، میگه بابا دستو بستی دیگه چرا وزنه میبندی؟ هی دستشون رو گشتن رو سر ما، هی هول میدن زیر آب، هی کله ما رو میکنن زیر آب. اگرچه خط ولی فقیه اینه که خودش و نماینده های رسمیش به خصوص در نماز جمعه ها تا اونجا که امکان پذیره حفظ ظاهر بکنن و در رابطه با نمایش انتخابات از حرف هایی که تعادل بسیار شکننده رژیم رو به هم بزنه خودداری کنند، اما فشار تضادهای انفجاری اونقدر زیاده که همین ژست رو هم نمیتونن حفظ بکنند و تضادها خواه و ناخواه فورا میکنه. بازتاب تزلزل خامنه‌ای در نمایش جمعه تهران. نمایش جمعه امروز تهران باز هم نمایش ضعف و ناتوانی ولی فقیه ارتجاع بود، چون نمایندش در این نماز جمعه امروز احمد خاتمی به جز اشارات تلویحی و نیشهای معمول به احمدی نژاد هیچ سمت و سوی مشخصی رو ارائه نکرد که نشون بده خامنه ای چه تصمیمی گرفته. تصمیم به حذف رقبا توسط شورای نگهبان گرفته یا تصمیم به تایید صلاحیت اونها یا اینکه تعیین تکلیف جنگ قدرت رو موکول کرده به مرحله درآوردن رئیس جمهور از صندوق. منظور از حذف رقبا هم روشنه که کاندیدای احمدی نژاد و خود رفسنجانیه، البته اگر رفسنجانی به صحنه بیاد. آخوند احمد خاتمی از جمله حرف خامنه‌ای رو تکرار کرد که معیار قانونه و شاخص قانون هم در اینجا شورای نگهبانه، یعنی اگر کسی رو شورای نگهبان رد صلاحیت کرد دیگه نباید واکنشی نشون بده، و گفت که شورای نگهبان باید همه جوانب رو در نظر بگیره و اضافه کرد که اگر کسی توسط شورای نگهبان صلاحیتش رد شد به معنی این نیست که اصلا دیگه هیچ صلاحیتی نداره، ممکنه که صلاحیت وزیر شدن رو داشته باشه. در واقع نوعی زمینه‌سازی خامنه‌ای این حرف که در صورتی که تصمیم به حذف رقبا گرفت بتونه به اونا وعده مقام‌های تشریفاتی دیگه رو بده و ساکتش. از اونجا که هر گونه زدن به خامنه ای و افشاگری در مورد فساد و چپاول این رژیم جاذبه اجتماعی داره، آخوند خاتمی به کاندیداها هشدار داد که نباید اصول نظام رو و ولایت رو زیر سوال ببرن و نباید سیاه نمایی بکنن.
اونطور سیان همایی بکنن که گویا در این 34-5 سال هیچ کاری جز خرابکاری صورت نگرفته. حملات خاتمی به احمد نژاد هم به نسبت اون چه که در سایر رسانه‌های رژیم و به خصوص در ارگان خامنه‌ای یعنی کیهان این روزها جریان داره خیلی غیر مستقیم‌تر و خفیف‌تر بود. مثلا گفت که رئیس جمهور نباید کسی باشه که در مقابل قانون خط قرمز تعیین بکنه، یا گفت که نباید کسی باشه که بیگانگان حمایتش بکنند و علامت به بیگانگان بده. شبیه همین حمله رو در رسانه‌های دیگه به رفسنجانی کردند عوامل خامنه‌ای. جدای از این حملات، نمایش جمعه این هفته در شرایطی که نامنویسی برای نمایش انتخابات هم شروع شده، باز هم صحنه تزلزل خامنه‌ای بود که نمیتونه حتی در این مرحله هم خواسته خودش رو که حذف و جراحی هست صریحاً بیان بکنه و هزینه‌اش رو بپردازه. حملات جنایتکارانه رژیم آخوندی با همدستی دولت مالکی به مجاهدان لیبرتی از یک طرف و پایداری مجاهدان مستقر در زندان لیبرتی از طرف دیگه، جامعه عراق و به خصوص اخشار آگاه و به پاخواسته عراقی رو تحت تأثیر قرار داده. نمونه ای از این تأثیر در یک رسانه عراقی. حالی که در هدیجه خون جاری شده بود، حادثه وحشتناک دیگری در محل دیگری در عراق جریان داشت. منظور قرارگاه لیبرتی است که ساکنان قرارگاه اشرف با تهدید و به شیوهی مغایر با ساده ترین معیارهای احترام به حقوق پناهندگان سیاسی به آن منتقل شدند. پرداختن به موضوع این پناهندگان به دلیل حملات موشکی است که چند ماه قبل ساکنان این قرارگاه در معرض آن قرار گرفتند، بدون اینکه دولت آن را محکوم کند یا تحقیقاتی درباره آن انجام دهد و همچنین به خاطر درگذشت دو تن از بیماران به دلیل محرومیت از درمان جدی پزشکی است. آیا هیچ ارزیابی سیاسی محتاطانه از گذشته و حال مجاهدین خلق و اعمال مختلفی که در دوران صدام به آنها نسبت داده شد، اهم از اینکه اتفاق افتاده باشد یا نه، این اقدامات و تدابیر ظالمانه و عملیات خشونت آمیز را توجیه می کند؟ یک نکته روشنگر این است که آقای عیاد جمال الدین در آن زمان که این مسئله مطرح شده بود، گفت که او از مدارک رژیم سابق آگاهی دارد و شواهدی از آنچه به ساکنان اشرف نسبت داده می شد در این مدارک نیافته است. حفاظت پناهندگان سیاسی در هر مکانی هستند باید تامین گردد و با آنها به صورت انسانی برخورد شود. ساکنان لیبرتی و اشرف پناهندگان بی‌دفاع هستند و تمام جرمشان مبارزه با رژیم تمامیت خواه و خونریز ایران است که حقوق مردم ایران را پایمال می کند و چنگالهای تخریب خود را به سراسر منطقه و خارج آن دراز کرده است و هوس ساختن بمب اتمی در سر دارد. روشنفکران آزاده و سازمانهای جامعه مدنی و سازمانهای حقوقی و ملل متحد در قبال ظلمی که ساکنان لیبرتی در معرض آن قرار گرفتند نباید سکوت کنند. خوشبختانه این موضوع اخیراً در مجامع اتحادیه اروپا مطرح شد و برای اولین بار واشنگتن از زبان وزیر خارجه‌اش سخنانی در این باره اظهار داشت و حدود 100 قاضی عرب فراخوان محکومیت صادر کردند. در خود عراق هم فریادهای شجاعانه‌ای به اعتراض بلند شده است. دوستان عزیز، از اینکه ما رو تا پایان همراهی کردید سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار و پیروز باشید.